خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرا. تا قبل از انقلاب صنعتی بیشتر نیروی کار کشاورزی دهقانانی بودند که به صورت رعیت یا مستأجر زمینداران بزرگ کار میکردن، یعنی در ازای اجازه استفاده از زمین بخشی از محصول خودشون رو به شکل اجاره یا بهره به زمیندارها پرداخت میکردن. اما انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر سده 18 میلادی نظام تولید رو از شکل سنتی اون خارج کرد و به نظام سرمایه داری شکل تازه‌ای داد. دهه های پایانی سده 19 کارگران خواسته هایی رو برای بهبود شرایط کار از جمله افزایش دستمزد، قانونمند شدن ساعات کار، محیط بهتر کار و امنیت شغلی مطرح کردند و دست به ایجاد اتحادیه یا سندیکاهای کارگری زدند. قرار بود در ایالات متحده آمریکا از 1 می 1886 کاهش ساعت کار به 8 ساعت در روز به اجرا در بیاد. اما با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست، در این روز تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهرهای امریکا برگزار شد که چندین روز ادامه داشت. شمار کارگران معترض به ویژه در شیکاگو نزدیک به 90 هزار تن بود. در 4 می 1886 تظاهرات در شیکاگو با یک انفجار به یک کشتار از سمت پلیس تبدیل شد که هیچ وقت آمار کشته شدگان اعلام نشد. 8 نفر از کارگران به عنوان مسببان این اتفاقات دستگیر شدند. دادگاه یکی از این دستگیر شدگان را به 15 سال زندان محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند. فرماندار ایالت ایلینوی مجازات 2 تن از اونها رو به حبس ابد کاهش میده. یکی از محکومان به اعدام پیش از اجرای حکم خودکشی میکنه و 4 نفر دیگه به دار آویخته میشن. با رسیدن خبر مربوط به این تظاهرات و کشتار و اعدام به دیگر کشورها در گوشه و کنار جهان مراسم یاد بود برگزار میشه و هر سال تکرار هم میشه و به تدریج تاریخ 1 می روز جهانی کارگر نام گرفت. سلیمان اولوچای شهردار فاماگوستا اعلام کرده 6 ساحل تحت نظارت شهرداری از 15 می با امکانات کامل شروع به کار خواهند کرد. اونال استل نخست وزیر قبرس شمالی در سخنرانی خودش در مجلس اعلام کرده افزایش هزینه زندگی بر اساس نرخ تورم در حداقل دستمزد کارگری هم منعکس خواهد شد. و باز هم آقای اونال استل ضمن بازدید از مراحل ساخت بیمارستان جدید در گیرنه تاکید کرد این بیمارستان قراره که تا پایان سال به بهره برداری برسه. پس از عفو بابک زنجانی و تغییر حکم اعدامش به 20 سال حبس، رسول کوهپای زاده وکیل ایشون گفته با توجه به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذروندن حبس بابک زنجانی میگذره، مطابق مقررات موکلش امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط رو دارست. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 18 تا 31 درجه، نیکوزیا 16 تا 32، گیرنه 17 تا 27، لفکه 16 تا 26، پافوس 15 تا 24، لیماسول 16 تا 27، لارناکا 18 تا 29 و کارپاز 15 تا 24 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که هر زمان که توی کشوری حاکمانش شبیه مردمانش نبودند، اون کشور اشغال شده و در حال چپاول شدن است. روحیا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.